همزمان با گسترش ویروس کرونا، خانم مریم رجوی ضمن تاکید بر اینکه صدها هزار زندانی در معرض خطر ابتلا به ویروس مرگبار هستند، برای نجات جان زندانیان به جامعه جهانی فراخوان داد. روز چهارشنبه 21 اسفند، خبر ابتلای 5 زندانی به کرونا در زندان مرکزی کرج منتشر شد و 30 زندانی در اعتراض به شرایط فضاحت بار بهداشتی زندان دست به اعتصاب قضا زدند و 45 زندانی سیاسی و دستگیر شدگان آبان ضمن بیان دلایل اعتصابشان نوشتند ما را زنده به گور کردند. خانم مریم رجوی آزاد نکردن زندانیان را جنایت بزرگ علیه بشریت دانست و خواستار مداخله جهان شد. به دنبال آن عفو بین الملل ضمن فراخوان برای آزادی زندانیان سیاسی نوشت این شرم‌آور است که زندانیان تظاهرات‌های آبان و دی 98 ناعادلانه در زندان باقی ماندند. به دنبال بی‌توجهی زندانبانان روز 29 اسفند زندانیان زندان خرم‌آباد در یک اقدام جمعی موفق به خلع سلاح زندانبانان و فرار از زندان شدند. مردم خرم‌آباد در خانه‌هایشان را به روی زندانیان فراری گشودند و بسیاری از مردم با ماشین زندانیان را از شهر خارج کردند تا دست پاسداران به آنها نرسد. روز بعد زندانیان زندان مرکزی علی گودرز هم دست به شورش زدند و با خلع سلاح برخی از ماموران زندان در صدد فرار برآمدند. یک روزنامه حکومتی از قول فرماندار علی گودرز نوشت در ساعت 17:45 دقیقه 1 فروردین در اقدامی غیرقانونی زندانیان دست به شورش زده و ضمن تخریب اموال زندان به قصد فرار با مامورین درگیر شده و با شکستن درهای داخلی زندان به در اصلی نزدیک شدند. سخنگوی مجاهدین پس از شورش زندانیان خرم‌آباد گفت درود، درود به زندانیان و دست مریزاد. رژیم یا باید خودش آزاد کند یا شورش جواب کار است.